انتقاد آیت الله وحید خراسانی از عادی شدن حبس و زندان، اخطار آیت الله صافی گلپایگانی، ستمگران با ذلت و خاری از بین خواهند رفت، اعتصاب کارگران پالایشگاه آبادان برای 6 ماه حقوق کارگران پرداخت نشده، توصیه بیجای رئیس دولت و تنبیه آن از سوی مجلس، بودجه سال 90 با 8000 میلیارد تومان کسری، بازداشت افشین طاهری خواننده و آهنگساز ایرانی. آیت الله وحید خراسانی از عادی شدن حبس و زندان انتقاد کرد. اساس دین بر حریت بشر است. آیت الله وحید خراسانی روز یکشنبه در درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم در جمع هزاران تن از فضلا به انتقاد از کسانی پرداخت که حبس و زندانی کردن را برخوردی عادی و پیش پا افتاده تلقی می کنند و ظرفیت تشخیص الزام حبس را تنها در توان فقیهی که به عمق فقه شیعه رسیده است دانست. به گزارش آینده ایشان محرومیت از خانواده و از جامعه را برخوردی سنگین دانسته که پس از رسیدن به عمق فقاهت میتوان موارد آن را فهمید. این مرجع عالی قدر شیعه تاکید کرده است که اساس دین بر حریت است. فقیهی که به مخ فقاهت رسیده میداند حبس در چه مواردی است و چقدر امر حبس شدید است و اساس دین بر حریت بشر است و حبس و زندانی کردن او و حرمان او از جامعه و از خانواده در چه حد از شدت است و موارد حبس در شریعت در چه مواردی و با چه دقتی مطرح شده است. آیت الله صافی گلپایگانی اخطار داد: ظلم و ستم عاقبت خوبی ندارد و ستمگران با ذلت و خاری از بین خواهند رفت. آیت الله صافی گلپایگانی در دیدار جمعی از علمای بحرین مقیم قم تاکید کرد که ظلم و ستم عاقبت خوبی ندارد و ستمگران در همین دنیا با ذلت و خاری از بین خواهند رفت. به گزارش آینده به نقل از سایت شخصی این مرجع تقلید، وی در این دیدار ضمن محکومیت اعمال وحشیانه دولت بحرین با خانواده‌های شهدا و مجروحین حوادث اخیر بحرین ابراز همدردی کرد و به ملت مقاوم و مظلوم بحرین تبریک و تسلیت گفت. آیت الله صافی گلپایگانی با اشاره به بیداری مسلمانان در همه کشورهای اسلامی تاکید کرده است: بالاخره ظلم و ستم عاقبت خوبی ندارد و ستمگران در همین دنیا با ذلت و خاری از بین خواهند رفت. این مرجع تقلید با تاکید بر خواسته به حق مردم بحرین افسوده است: مردم مسلمان بحرین حقوق اولیه خود را می‌خواهند و خواهان این هستند که معدودی از یک خاندان بر اکثریت قریب به اتفاق آن حکومت ظالمانه و استبدادی نداشته باشد، معدودی که برای حفظ سلطه خود به بیگانگان وابسته و دست نشانده سیاست‌های استکباری می‌باشند. ایشان در ادامه خاطر نشان کردند: مردم بحرین در این قیام فقط حقوق مشروع و قانونی و پایمال شده خود را طلب نمودند و متاسفانه دولت بحرین به جای اینکه به شهروندان خود جواب درست و صحیح بدهد، آنان را به خاک و خون کشیده است. اعتصاب در پالایشگاه آبادان نتیجه 6 ماه حقوق پرداخت نشده کارگران است. پالایشگاه آبادان بزرگترین پالایشگاه تولید بنزین کشور که قدیمی ترین پالایشگاه خاورمیانه نیز هست و اعتصاب کارکنانش در انقلاب 57 سر و صدای زیادی کرد، بار دیگر شاهد اعتصاب کارگران فاز سوم خود است که از روز 25 بهمن دست از کار کشیدند. این کارگران 6 ماه است حقوقی دریافت نکردند. به گزارش وبسایت روز آنلاین، حراست و مسئولین امنیتی با اعتصاب کنندگان برخورد کردند، ولی تحسن و اعتصاب هنوز نشکسته است و گفته می شود این اعتصاب در روزهای آینده نیز ادامه خواهد یافت، زیرا پرداخت حقوق معوقه کارگران فعلا عملی نیست. این در حالی است که از اول سال 88 وعده راه اندازی فاز سوم این پالایشگاه داده می شود، ولی هنوز این پروژه به بهره برداری نرسیده است. راه اندازی فاز سوم پالایشگاه آبادان از سال 82 در دستور کار قرار گرفت، ولی در میانه سال 86 بود که مدیر عامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی گفت که با اجرای فاز سوم طرح بهینه‌سازی پالایشگاه آبادان حدود 20% از بنزین مورد نیاز کشور تولید و به همین مقدار از واردات این فراورده استراتژیک کاسته خواهد شد. علی مطهری تاکید کرد توصیه رئیس جمهور بیجاست و دولت باید تنبیه شود. نماینده مردم تهران گفت توصیه رئیس جمهور به مجلس مبنی بر اینکه بودجه سال 90 تا پایان سال جاری تصویب شود بیجاست و ما هم به ایشان توصیه می‌کنیم که در سال‌های آینده بودجه را زودتر تحویل دهند.
علی مطهری در گفتگو با خبرگزاری مهر در بیان اینکه ارزیابی شما از زمانی که مجلس برای تصویب بودجه سال 90 نیاز دارد چیست، گفت: به نظر من امکان بررسی بودجه تا پایان سال در مجلس ممکن نیست و تصور می‌کنم مجلس بودجه را به صورت 2/12 تصویب کند و بقیه آن را برای سال بعد بگذارد. وی در بیان اینکه در صورتی که نمایندگان مجلس بودجه را قبل از پایان سال تصویب کنند این به چه معناست، گفت: اگر نمایندگان بخواهند بودجه را قبل از پایان سال تصویب کنند، بدان معناست که نمایندگان صبح تا شب در جلسات فوق‌العاده و خارج از دستور طبیعی بررسی بودجه بنشینند و بودجه را بررسی و تصویب کنند، که این بررسی نیز موجب می‌شود که از کیفیت کار کم شده و این موضوع اصلاً به صلاح نیست. مطهری اظهار داشت: به اعتقاد من مجلس باید به صورت طبیعی بودجه را تصویب کند تا دقت به کیفیت کار نیز پایین نیاید و به علاوه دولت هم یک بار تنبیه شود برای اینکه این کار را تکرار نکند و بداند زمانی که بودجه را دیر به مجلس ارائه دهد بودجه به صورت 2/12 یا 3/12 تصویب می شود. وی با تاکید بر اینکه توصیه رئیس جمهور به مجلس برای تصویب سریعتر بودجه قبل از پایان سال بیجاست، گفت: عذر دولت هم درباره اینکه برنامه تأخیر داشته است درست نیست، چرا که برنامه پنجم آذر ماه کارش تمام شده است و ماده های باقی مانده نیز تأثیر زیادی در تدوین بودجه نداشته است. بودجه سال 90 با 8000 میلیارد تومان کسری بسته شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، تراز عملیاتی بودجه از کسر درآمدهای حقیقی که درآمدهای نفتی شامل آن نمی شود با پرداخت های هزینه جاری به دست می آید. بر همین اساس تراز عملیاتی لایحه بودجه سال آینده کل کشور بیش از 8000 میلیارد تومان منفی است. بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه، کسری تراز عملیاتی قرار بود تا پایان سال 88 صفر شود که این هدف محقق نشده است. بودجه نویسان دولتی معتقدند که با پیاده سازی کامل بودجه ریزی عملیاتی، کسری تراز عملیاتی هم تا 3 سال آینده صفر خواهد شد. افشین طاهری، خواننده و آهنگساز ایرانی، بازداشت شد. افشین طاهری، خواننده و آهنگساز ایرانی، از روز 26 بهمن توسط ماموران امنیتی در منزلش در تهران بازداشت شده و تا کنون خبری از وی در دست نیست. به گزارش رهانا، روز 26 بهمن ماه ماموران امنیتی بدون آنکه حکم قضایی داشته باشند به منزل و محل کار افشین طاهری مراجعه کرده و بعد از تفتیش و بازرسی منزل و محل کار این خواننده و موزیسین، وی را همراه خود به محل نامعلومی منتقل کردند. طاهری از روز بازداشت تا کنون هیچ تماسی با خانواده خود نداشته است و مشخص نیست که به چه اتهامی بازداشت و در کدام بازداشتگاه یا زندان نگهداری می شود. بیخبری یک هفته‌ای از این هنرمند ایرانی سبب نگرانی خانواده وی شده است. افشین طاهری از سال 1370 فعالیت خود را در موسیقی شروع کرده و در سال 1380 شروع به آهنگسازی و تنظیم موسیقی کرده است.